سلام دوستان، با آموزش نرم افزار مایکروسافت وورد در خدمتتون هستیم. خب این جلسه میخوایم در خصوص تب ریویو صحبت بکنیم. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته ما یه فرم رو تهیه کردیم به نام فرم پروپوزال، خب که دانشجویان موظفن قبل اینکه پایان نامه خودشون رو شروع کنن ابتدا یه چنین فرمی رو پر کنن و تایید استاد راهنما و استاد مشاورشون رو تعیین کنن و سپس بیان ازش حتی دفاع بکنن و بعد بتونن پایان نامه‌شون رو شروع کنن و انجام به کار بدن. خب فرض کنین من توی یک دانشگاهی کار میکنم و این فرم پروپوزال رو گفتم که دانشگاه باید تعبیه کنه واسه دانشجوهاش که اونا تکمیل کنن اونو. من کارشناسی هستم که این فرم رو تهیه کردم، حالا باید تایید مدیرم رو بگیرم، پس اینو میفرستم، میبل میکنم، اتچ میکنم به مدیرم و حتی اشخاصی که زینف هستن و اونا هم باید نظر خودشون رو اعمال کنن. خب من اینو واسه شون میفرستم، اون شخصی که الان اینو باز میکنه، فرض کنم من مدیر اون قسمت هستم یا شخصی هستم که نظرم رو باید روش بدم، میام تو قسمت ریویو، خب ترک چنج رو میزنم. البته وقتی که من قبل اینکه ارسال بکنم، خب ایمیل و اون کارشناس که بخواد ارسال کنه بهتر این ترک چنج رو تیکش رو بزنه ببخشید این تیک رو بزنه که وقتی که ایمیل میشه همراه با این ایمیل بشه و خب این باعث میشه که تغییراتی که روی این ورد داده میشه رو من بتونم ببینم و اون شخصی که میاد نظرش رو میده، تغییرات رو اعمال میکنه، همه رو نشون بده که الان با هم میبینیم و دوباره واسه من ارسال میکنه و میگه خب من نظرات خودم رو دادم، لطفا بررسی کنید. خب نظرات چجوریه؟ به طور مثال من شروع میکنم به خوندن، اوکی، عنوان تحقیق، عنوان تحقیق به انگلیسی، اطلاعات مربوط به دانشجو، فعلا نظری ندارم. این احساس میکنم اشتباهه. خب استاد راهنمای اول، ببخشید، درسته، استاد راهنمای دوم اشتباه هستش، من اینو میگیرم، بک اسپیس میکنم، تریک چنج، اینجا سیمپل مارک اپ رو بکنین، آل مارک اپ که بتونین همه رو ببینین. خب بک اسپیس رو که بزنم آل مارک اپ باشه، اینو نشونه سیمپل باشه، به من نشون نمیده، به شخصی که دارم ادیت میکنم سیمپل بزنی اینو نشون نمیده، میبینین، ولی آل مارک اپ باشه نشون میده. خب میرین خط میندازه روش و بعد میام خودم مینویسم آقا اینجا استاد مشاور باید نوشته بشه. خب حالا اگه سیمپل رو بزنین اینجا خود فایل رو داره نشون میده، فقط یه خط قرمز اینجا میندازی که آقا اینجا ادیت شده. بعد که من میفرستم واسه اون کارشناس میگه من کارامو کردم، این میاد همه رو آل مارکاپ میکنه که ببینه چی کار کردین و چه تغییراتی روش دادین. خب اطلاعات مربوط به استاد مشاور. بعد میام پایین تر، خب مثلا یه جای اینتر اضافه بودش، مثلا من میخوام اینجا، خب یه اینتر اضافه هستش، الان چرا ادیت کردم دست آخر، خب اینو دلیت میکنم، اینجا هم یه دونه میندازه، خب میگه مثلا یه چنین تغییری اعمال شد، بس اینکه ببینم چه تغییری هستش، خب روش دابل کلیک میتونم بکنم، حالا نوع سیمپل اینا شد نشون. خب بعد خب این چیزایی هستش که توی مارکاپ میتونیم ما ببینیم. خب شو ریویژن. خب بعد میام پایین، مثلا من میخوام اینجا یه نظری بدم، بیان مسئله، خب میام یه کامنت میذارم اینجا، یه کامنت روی پنل نمیخوام باشه. خب 2016 یه ذره تغییر کرده مثلا به 2016 کجا بودیم. خب میخواستم یه کامنت بذارم، ببخشید، اینجا آرمین کشاورزی کامنتت وات، لطفا توضیحات بیشتر در این خصوص داده شود. خب یه کامنت میذارم، میگم آقا توضیحات بیشتری بدین،
با این عادت ندارم، با این پنل 2013 فرق داشت، بسه من فرق داشتش. خب بعد این هم نحوه کامنت گذاشتن. خب کامنت ها رو میتونیم بذاریم اینجا، می نویسه چه تغییراتی هست، آرمین کشاورزی کامنت گذاشته اینجا. خب من سیمپلش میکنم اینو دیگه، مثلا تغییراتی که اینجا میدم، مثلا آقا این فرضیه پژوهش روش تحقیق رو بکن پژوهش که فارسی باشه. خب آرمین کشاورزی اینزرتت پژوهش، همه رو دقیقا ترک میکنه و به من نشون میده. خب بعد دیگه حالا کامنت و مورد دیگه ای من در نظر نداشتم. اینو اینطوری بکنم، برگردونم به اون حالت. و میگم این تغییرات رو شما میتونید بدین، نظرات خودتون رو بدین. بعد اون شخص، خب این شو کامنت اینجا رو بذاریم، فقط کامنت ها رو اینجا نشون میده. دنبال این هم میگشتم، یه ذره تغییر کرده تو 2016. خب کامنت گذاشتم اینجا، مثلا می نویسه این بکنیم آل آره سیمپل هم باشه فقط. خب این کامنت ها رو مدیر میده، سیو میکنه، میبنده، سیوش میکنه، اتچ میکنه تو ایمیل و واسه طرف میفرسته کارشناسه. کارشناسه این رو باز میکنه، خب میره توی ریویو، این ترک چینجش باشه، آل مارکاپ رو میزنه ببینه چه تغییراتی اینجا اعمال شده. میاد اینجا میبینه ناکن این قسمت آرمین کشاورزی دلیت کرده. خب آیا اکسپت هست یا نیستش؟ پس من ریجکت که میکنم برمیگرده به همون حالت، این فاصله رو انداخت. خب اگه اکسپت بکنم قبولش کردم، ناکن میره بعدی، ناکن اون فاصله رو میندازه دیگه، اکسپت شده اون شخص هم اسمش میره. خب توی کامنت یه ذره فرق داره، مثلا من کامنت رو میتونم اکسپت بکنم، خب ولی دیگه کامنت رو اصولا این کامنت نبود، ببخشید کامنت رو حذف نمیکنه وقتی که اکسپت بکنم، اینا کامنت هنوز هستش. اما تو اینجا اگه اینو اکسپت کنم دیگه بعد برگردونتش به همون حالت آبی عادی. خب یه ویژگی هم داره اکسپت آل، واسه اشخاصی که آقا مدیرم نوشته همش قبوله دیگه، میزنه همه رو اکسپت میکنه. خب یا اینکه میتونین ریجکت آل بکنین، مثلا تو این قسمت همه ریجکت کنین، یا رو حرف مفت زده من نمیخوام مثلا تغییرات باشه. کامنت ها هم دیگه بعدش میریم ور میداریم. خب و وقتی که میخوام نسخه نهایی باشه، این دیگه ترک چینجش هم ور میدارم، این هم میکنم سیمپل. خب و دیگه از این داکیومنت استفاده کنم، ترک چینج رو باید خاموش کنین هر دفعه. اوکی این هم ور میدارم که کامنت ها دیگه نباشه. الان دیگه من کامنتی نداشته باشم، کامنت ها رو باید دلیت کنین خودتون اگه میخواید نهایی باشه که کامنت ها نشون داده نشه. این هم بیشترین کاربردی هستش که تب ریویور داره، حالا بقیه مواردش رو میتونه استفاده کنیم. مثلا این استارت اینکینگ، میتونم اینجا من خطای مختلف بنویسم پاک کنم، مثلا من از اینجا بسه درسام استفاده کنم، مثلا اینجا اومدم کنارش نوشتم گفتم مثلا این چه معنی میده. خب بعد اینو میتونیم، این وقتی که از این میایم بیرون، خب تو این قسمت این به صورت لاین های شکل ها گذاشته شده که میتونید دلیت کنید یا باشه، و وقتی که سیو کنید به صورت اشکال مختلف سیو میشه تو این قسمت. خب من اینا رو هم دلیت کردم. اوکی پس تب ریویور با اینکه یک چیز خاصی نداره ولی خیلی کاربردیه، مخصوصا واسه اینکه چند نفر میخوان روی یه داکیومنت کار کنن، یه شخصی اونو تهیه میکنه واسه اشخاص مختلف میفرستش، اشخاص مختلف نظراتشون رو میدن، کامنت میذارن، تغییراتشون رو اعمال میکنن، دوباره میفرستن واسه اون شخص، اون شخص میتونه اونا رو ببینه و
تعریف کنن. یه کامپر هم وجود داره که میتونم کامپر دو تا ورژن مختلف رو با هم کامپر کنم. اورجینالش رو اینجا انتخاب میکنم که حالا داکیومنت های ورد مختلف منو داره نشون میده هر چیزی که هست. ریوایزد اولیه است، اون ریوایزد با هم دیگه مثلا میتونم چیز کنم. مثلا من الان همین اینو با عنوان چی سیف کردم، ریدینگ اند چکینگ. آره این دهه چیزی بودش که تغییرات توش اعمال شده بود. اون اصلیه فرم بودش که من تو جلسات قبلی واسهتون تهیه کرده بودم. خب بذارین پیداش کنم، چون حفظم نیستم باید بگردم پیداش کنم. پروپوزال فرم این جدید است. خب این قدیمیه بود، اون جدیده. اوکی که بزنم این شروع میکنه دوتا رو کنار هم میذاره، کامپر میتونیم بکنیم. خب تغییراتی که روش داده شده، حالا این بیرون نوشته بود، هنوز افتاده بیرون، خب وقتی که نوشته بودن، و تغییراتی که فایلی که مثلا وجود داره اینجا نوشته اورجینال کدومه، این بوده. خب خود کل ورد رو داره نشون میده. ریوایز چی بوده، کامپر داره میکنه مثلا تغییراتی که هستش. میتونید اینا رو از این طریق استفاده کنین و مقایسه کنین و مثلا ببینین چه تغییراتی داده شده، کدوم بهتر هست، نگرش دارین و بذارین. من ریویو پنلم وردارم، این پنل میره راحت تر میتونم مثلا اینا رو چیز کنم، کامپر کنم، مقایسه کنم. خب و همه رو با هم توی یکسان داره میاره پایین. اوکی مثلا من یادتون باشه یه تغییری داده بودم توی این فایل ورد، توی اونجا مشاور، استاد مشاور، این مقایسهش هست. اینجا راهنمای دوم رو میتونم ببینم، اینجا چیزی که ریوایز شده توسط آرمین کشاورزی، اینم کامپرش هست، میتونم بزنم میگم استاد راهنما فرق باشه و سیوش کنم. وقتی که سیوش کنم میگه یه دونه جدید کامپر ریزولت، خودش اسمش حالا تغییر میدیم. اگه اینجا ببینیم کامپر ریزولت یک زده، خب به عنوان یک فایل ورد جدید میتونه سیو کنه. خب امیدوارم مفید واقع شده باشه. از این ترک چینجز زیاد استفاده میشه، من اینا رو میبندم. خب مخصوصا این قسمتش، حالا شاید کامپر زیاد نکنه، من خودم زیاد کامپر نکردم، اما کامنت گذاشتم، ترک چینج روشن کردم، تغییرات اعمال دادم که استفاده و کاربردیه. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدارتون.